خب دقت بفرمایید دوستان، در اینجا یکی از نکات بسیار مهم رو در ارتباط با حروف اضافه در زبان ایتالیایی میخوایم توضیح بدیم و اون بحث در واقع ترکیب حروف اضافه هست. به چه معنی؟ ببینید دوستان، در زبان ایتالیایی بعضی از حروف اضافه با حرف تعریف، وقتی که میگیم برای، خب حتما باید به دنبالش یک کلمه بیاد که در واقع تکمیل کنه جمله مورد نظر ما رو. خب خواهش میکنم دقیق بفرمایید دوستان، میخونیم این حروف اضافه رو: سو، سو، دیترو، دیترو، سنتا، سنتا. به معنیشون خواهش میکنم توجه بفرمایید دوستان. سو یعنی روی، دیترو یعنی پشت، سنتا یعنی بجز، دا یعنی، خب معانی مختلفی داره، در یا در کنار، نزد یا از، حتی دا، دورانته، دورانته یعنی در طی، این یعنی در، درونه، کن یعنی با یا همراه، دوپو بعد از، دوپو بعد از، آ یعنی به یا به سوی، اکانتو، اکانتو یا ویچینو، ویچینو هر دو یعنی نزدیک، کنار، پهلوی، سوتو یعنی زیر، سوتو زیر، سوپرا، سوپرا بالای، سوپرا بالای، دی فرونته یعنی مقابله، دی فرونته مقابله، فینو ا، فینو ا یعنی تا، ترا یا فرا یعنی بینه، ترا یا فرا یعنی بینه، دا یا دا پارت دی، دا پارت دی، پس دا یا دا پارت دی یعنی از، یعنی مثلا از فلان موقع، منظور این هست بیشتر دوستان. پر یعنی برای، پر برای، پریما دی قبل از، پریما دی قبل از، دی فرونت ا، دی فرونت ا یعنی روبروی یا در مقابل، روبروی یا در مقابل، و سنتا دی یعنی بدونه، سنتا دی یعنی بدونه. خب اینها دوستان در واقع مهمترین حروف اضافه زبان ایتالیایی هستند که دونستنشون مهم هست و یکی از بایدهای هر زبان این است که ما حروف اضافه اون زبان رو به خوب بشناسیم. بنابراین دوستان سعی کنید که حتما دوباره این حروف اضافه رو خوب بخونید و تلفظ اونها رو توجه بفرمایید و حتما مثل همه درس‌های دیگه که گفته میشه اونها رو به زبان بیارید و با زبانتون تکرار بکنید تا اینکه در واقع این حروف اضافه ملکه ذهنتون بشه و آشنایی کاملی با اونها پیدا کنید.